منم از تو سرگشته و سودایی، وندر همه عالم مشهور به شیدایی. در نامه مجنونان از نام من آغازند، زین پیش اگر بودم سر دفتر دانایی، ای باد فروش من سرمایه جوش من، ای از تو خروش من نایم و تو نایی. در زندگیم خواهی در من نفسی دردم، من مرده صد ساله تو روح مسیحایی. سرمایه ناز از تو هم اصل نیاز از تو، هم وامق شیدایی، هم دلبر عذرایی. اول تو و آخر تو، ظاهر تو و باطن تو، مستور ز هر چشمی در عین هویدایی. اول تو و آخر تو، ظاهر تو و باطن تو، مستور ز هر چشمی در عین هویدایی.
درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. بنده پرویز مهاجر جاسپی هستم. در این برنامه سعی بران دارم که بخشی از سروده انسان‌ها یکسانند را که به صورت سی دی و دی وی دی به جهانیان ارائه شد گزارشی حضورتان به عرض برسانم. از آنجایی که دوستان و شنوندگان به موسیقی و سروده انسان‌ها یکسانند که در یک مجموعه سی دی و دی وی دی تهیه شده، از بنده سوالات زیادی شد که به چه انگیزه این اثر را در ذهن خود پروراندم که مرا تا حدود 10 سال به دنبال خود کشاند و از هر ابزاری برای رسیدن به هدف استفاده معقول شده است. پشتیبانی افراد ذی‌صلاح را داشتم، چرا که هدف وسیله را توجیه می کند. به خاطر دارم برای تولید این اثر حدود 50,000 مایل رانندگی کردم، چرا که من در آریزونا زندگی می کنم و این کار ضبط بایستی در کالیفرنیا انجام می گرفت و تمام امکانات در کالیفرنیا بود. در دهه‌های 80 و 90 میلادی که چون همیشه جنگ و خونریزی در جهان ما برقرار بوده و هست، به آن اندیشه افتادم که چگونه می‌شود که با این همه وسایل تکنولوژی روزافزون که برای راحتی زندگی انسان‌ها فراهم می‌شود، چرا که در کنارش تا بی‌نهایت انسان ذلیل، عاجز و درمانده شده. همه زیبایی های طبیعی را چون جنگل ها و رودخانه ها، دریاها را به نهایت زشتی کشانده. اگرچه خود جزی از طبیعت است، ولی با بیرحمی و بیخردی دست به خرابی همه طبیعت زده، آنچنان که برای فرداهای بعد و نسل بعدی جایی را آباد نگذاشته است. هوا، آب، خاک و این عوامل را به نابودی کشانده و خود به تنگ آمده و زندگی انسان با انسان دیگر برایش مشکل شده و خود غریبانه به تنهایی خو کرده. و روی این جهت در اندیشه آن شدم که اثر موسیقیایی بسازم که بتوانم مسائلی را که در نظر دارم به طور سروده به جهانیان ارائه دهم، چرا که این درد یک گوشه از جهان نیست، بلکه این گرفتاری به طور جهانی پیش روی ماست و انسان‌ها باید در رفع آن بکوشند. همه آمارهای جهانی بیانگر آن است که ما انسان‌ها به علت استفاده بی‌رویه از آب و خاک و هوا، محیط زیست و زندگی انسان‌های بعدی را هم به خطر انداخته‌ایم. به هر روی ضرورت داشت که دست به کار یک پروژه گسترده بزنم، چرا اگر می‌خواستم همه کاستی‌ها را در آن بگنجانم ساعت‌ها برنامه رادیویی می‌شد. روی این جهت بخش‌هایی از آنها را انتخاب کردم و به این قدر که خدمت عرض می‌کنم اکتفا می‌نمایم. انسان‌ها برای انجام هر کاری باید انگیزه داشته باشند. انگیزه همان عشق است که انسان در مخیلش آن را می‌پروراند و تا پایان آن در کنارش می‌ماند و تا حد مقصود به آن وابسته می‌شود، چرا که در نهادش باور دارد که کاری مهم را پذیرفته و باید به سامان برساند. ارزش کار را به تاریخ و قضاوت مردم خردمند واگذار می‌کند. انسانی که در یک قرن پیش برای مسافرت از یک شهر به شهر دیگر ماها می‌بایست در راه می‌بود و با چه خطراتی مواجه می‌شد، چه موانع طبیعی چون سرما، گرما، رودخانه‌ها، کوه‌ها، حیوانات وحشی و دزدان راه‌ها. اما در دوران حاضر می‌بینیم که انسان‌ها
فاصله بین قاره‌ها را کمتر از نیم روز طی می‌کنند. امروز به کمک تکنولوژی به این وسایل دست یافتند و ضرورت دارد که نحوه استفاده از این وسایل را در راه صلح و دوستی بین جمیع ملل به کار گیرند، نه از برای ستیز و نفاق بین مردم جهان. امروزه باید گفته شود که قدرت در خلق صلح و پیگیری آن در بین جوامع بشری است، ولی می‌بینیم که عکس آن انجام می‌شود، به نحوی که وقتی قدرتمند معتبری حرکتی کوچک و یا حرفی در رابطه با صلح جهانی می‌زند، بسیار مورد توجه و استقبال مردم قرار می‌گیرد. ملت‌ها از این همه ابتذال خسته و درمانده شدند و راه به جایی نمی‌برند و این واضح و آشکار است. تا زمانی که انسان‌ها به ارزش و منزلت انسانی خود پی نبرده باشند و از اخلاقیات که ارزش‌های انسانی است دور بمانند، وضع به همین منوال می‌گذرد. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. به هر روی در فکر آن بودم که اثری موسیقایی تولید کنم که در بطن تاریخ مورد استفاده قرار گیرد و معنا و مفهوم خود را داشته باشد. بدین منظور مطالبی که مورد نظرم بود به صورت نثر روی کاغذ آوردم و مجموع آن را خدمت شاعر محترم و گرامی خانم مهین امید که صاحب چندین دیوان هستند و عضو انجمن قلم ایران بودند تقدیم داشتم. ایشان با لطافت قلم شیوایی که دارند سروده انسان‌ها یکسانند را نوشتند و در مدت کمتر از 6 ماه این سروده را به دست جناب ایرج طاهری سپردند که ایشان در فن و حرفه خود کم نظیر هستند و از اینجا کار سازندگی شروع شد. جناب ایرج طاهری موسیقیدانی بسیار وارد به موسیقی ایرانی و طبع شاعرانه بسیار پرمحتوا دارند که غزلیاتشان در سیدی انسان یکسانند به طور آواز اجرا شده. ایشان با لطافت قلم شیوایی که دارند سروده انسان‌ها یکسانند را نوشتند و در مدت کمتر از 6 ماه این سروده را به دست جناب ایرج طاهری سپردند که ایشان در فن و حرفه خود کم نظیر هستند و از اینجا کار سازندگی شروع شد. جناب ایرج طاهری موسیقیدانی بسیار وارد به موسیقی ایرانی و طبع شاعرانه بسیار پرمحتوا دارند که غزلیاتشان در سیدی انسان‌ها یکسانند به طور آواز اجرا شد. از آنجایی که بانو مهین امید و آقای ایرج طاهری با روحیه من طی سالهای بسیار آشنا بودند و یا بهتر بگویم در این سروده همفکر بودند، سروده ها به نوعی در آمد که مورد قبول همگی به خصوص بنده قرار گرفت. در آن زمان جناب دکتر نیر سینا در لس آنجلس تشریف داشتند و نسبت به بنده نهایت عنایت و مهرورزی می‌فرمودند. اظهار لطف فرموده پس از بازدید هیچ گونه اشکالی پیدا نکرده و ما بیشتر دلگرم شدیم که این سروده را هر چه زودتر آهنگین کنیم. توجه داشته باشیم که زنده یاد جناب دکتر نیر سینا مدت 27 سال رئیس شورای شعر و موسیقی در رادیو تلویزیون ایران بودند. کارهای ماندگار در تاریخ موسیقی همانهایی هستند که مورد تایید این بزرگوار قرار گرفتند. اگرچه موقع ضبط و ثبت بعضی از کلمات آن عوض می شد تا شکل بهتری در تفهیم آن داشته باشد، همگی حس می کردیم که هر بار تغییراتی در آن انجام می شود بهتر از قبل بوده و به نوعی دگرگون شده است.
اجازه بفرمایید در این حالی که گزارش را خدمتان عرض می کنم در میانه های این گفتگو بخش های از سروده انسان ها یکسانند را برایتان روخانی کنم. بار الها گر به دلها عشق سامان می گرفت، دوره نامردمی ها زود پایان می گرفت. بر خداییت قسم هرگز نزیبد این چنین، مردمی پامال گردد زیر پای جهل و کین. در نجات خلق از این گیرودار، عشق را ناجی کنه پروردگار. به راستی انسانی که میتواند همیشه عاشق هستی و بودن و بالیدن باشد، چگونه میشود که همه این معیارها را به هم میریزد و خشونت و جنگ را پیشه میکند؟ چیزی نیست به جز جهالت که دستمایه همه خرابی ها و زاری هاست. جناب ایرج طاهری با استعداد غریبی که دارند در ساخت آهنگ این سروده اقدام نموده و تلاش بسیار در انتخاب ملودی های انتخابی ایرانی آن نمودند که میبایستی با این سروده همخوانی داشته و عجین شده باشد. بانوی دیگری در این کار مستمرن تلاش داشتن و در برنامه ها کمک میکردن که هم آهنگی ایجاد کنند، چرا که من در آریزونا زندگی میکنم و استیدیو صدا برداری در کالیفرنیا بود. بنده باید مرتباً در راه بودم. این بانوی محترم گرامی سرکار مریم نجمی هستند که ایشان خود از خوانندگان خوب و با صدای قشنگی که دارند و تولیداتی هم دارند که شنیدنی است. ایشان تمام سروده انسان‌ها یکسانند را دکلمه کرده و کار کرخانی را به عهده داشتند و سرپرستی می‌کردند و لازم و ضروری است که در اینجا از زحمات ایشان نهایت قدردانی و سپاس را داشته باشم. جایز و گفتنی است که برگردان این سروده و غزل‌هایش که یادآوری خواهم کرد توسط اندیشمند محترم و عزیز جناب دکتر منوچهر درخشانی به انگلیسی برگردان شد و همین ترجمان قوی است که ما در رساندن این پیام به سران اغلب کشورهای اروپا و آمریکا موفق شدیم که شرح آن خواهد آمد. به این ترتیب از این بزرگوارم در اینجا قدردانی و تشکر می کنم. وضع کلی جهان را در پیش روی می آوریم و می بینیم که همه جای این جهان جنگ است و خونریزی، کشت و کشتار است و این موجود انسانی که خود را اشرف مخلوقات کائنات می داند به کشتن هم نوع خود پرداخته، اگرچه در سالهای دور قبل از اختراع این همه جنگ افزارها با نیزه یا شمشیر یا چاقو چندتایی کشته می شدند، ولی با پیشرفت صنعت با جنگ افزارهایی به جان هم افتادیم که در مقام مقایسه با حیوانات باید بگویم که شرم و ننگ بر ما انسانها. بخش دیگری از سروده انسانها یکسانند را می خوانم. کاش در سینه دل انسان چنین سنگین نبود، آدمیت از شقاوت این همه ننگین نبود. رنگ مبنای قضاوت، فتنه کار دین نبود. هیچ فرقی بین دین و مسلک و آیین نبود. انسان‌ها گاه برای اختلافات دینی و تفاوت‌هایی که دارند با هم به جنگ و خشونت می‌پردازند، گاه برای تفاوت رنگ پوستشان به اسارت گرفته می شوند و سالها طوق بندگی و بردگی را به دوش می کشند. چرا که همه بار یک داریم و برگ یک شاخسار. این چه جهالت و خودخواهی است که انسانی انسان دیگری را به زنجیر می کشد و از او بیگاری می گیرد.
این سنگدلی که انسان آن را به میدان جنگ‌های خیابانی بر علیه یکدیگر آورده از کجا آمده؟ چرا موجبات این همه خشونت‌ها فراهم شده؟ اغلب بر سر جاه و مقام است. انسان‌ها عاشق قدرتند و وقتی به قدرت دست یافتند، آن وقت است که خود عامل کشتن هم نوع خود می شوند و هرگاه برخلاف فکر دیگری عمل کند جزایش مرگ است. در اینجاست که این فرد قدرتمند احساس خدایی می کند. انسان نیازمند به تعلیم و تربیت اجباری است که از خانواده باید شروع شود. دل و جان انسان ها به نور سرمدی درخشندگی پیدا می کند و انسان از این همه آلام و دردها نجات پیدا می کند. نور سرمدی همان خلق و خوی روحانی است. جهل و نادانی مقابلش علم است و دانش، چرا که محقق است که سعادت جامعه در علم است، که امروزه باید هر مطلبی را به علم و عقل قبول و یا رد نمود. مجدداً بخش دیگری از سروده انسان‌ها یکسانند را براتون می‌خونم. بر نژاد زرد و سرخ و بر سپید و بر سیاه، کاش با یک چشم می‌کردند انسان‌ها نگاه. مرد و زن هر دو ز یک دارند و بار یک شجر، هر دو یکسانند و انسان هم تراز یکدیگر. هر دو یکسانند و انسان هم تراز یکدیگر. انسان‌ها که با رنگ پوست و ویژگی‌های خود که در هر گوشه این جهان زندگی کرده و راه و رسم خود را داشته‌اند و پایمردی در حفظ و نگاهداری آن دارند، بسیار زیباست که دست یگانگی و همکاری به یکدیگر داده و راه انسانی که همانا عشق و محبت و پیشبرد اهداف انسانی است فعالیت نمایند و یگانه شوند و از بیگانگی دست و دل هر دو بردارند. مرد و زن که هر دو چون دو بال یک کبوتر هستند و در پرواز و پیشبرد زندگی در تلاش بوده و پیوسته در کنار هم چرخ زندگی را با هم میچرخانند و در همه سطوح با هم پیمانی خود ایستادگی کرده، هر شهد و ناکامی را با هم میپذیرند. شادمانه زندگی سالهای عمر را در کنار هم میگذرانند. حقوقشان یکسان بوده، چرا که زنان به واسطه مسئولیت‌های تربیتی بچه‌ها در منزل زحمت بسیار به عهده دارد و به اعتقاد من حقوق زنان در جامعه بیشتر از مردان است و می‌بینیم که سالها حق زنان در جامعه پرداخت نشده و خود یکی از عوامل بازدارنده ترقی و تعالی جامعه است. جامعه فردا در دامان زنان امروز تربیت می شوند. نزدیک به 50% از مردم در یک جامعه زنانند و این قدرت کامله از فعالیت‌های اجتماعی دور مانده و فقط در منازل به مردان خود سرویس دادند. باز لازم و ضروری می بینم که در اینجا از حضرت طاهره قرة العین یاد کرده باشم که این زن مبارز برای گرفتن حق آزادی و برابری زنان در ایران قد برافراشت و با علم و دانشی که اندوخته بود در مقابل علمای دینی آن روز ایستادگی کرد. اگرچه عمو و پدر و حتی شوهرش از معممین بودند، ولی او به این موانع وقعی نگذاشت و با پیگیری مطالب خود و برگزاری سخنرانی ها در شهرهای ایران مقام زن را به جامعه خود تفهیم کرد. نویسندگان بزرگی چون کنت دو گوبینو مقالاتی درباره این بانوی گرانقدر می نویسد و بعد از آن ادوارد براون نویسنده و فرهنگشناس خاورزمین مقالاتی در مورد جناب طاهره نوشته
و ژول بوا یکی دیگر از مشرق شناسان فرانسوی در مورد قیام حضرت طاهره نوشته و او را به ژاندارک ایران تشبیه نموده. اجازه بدهید به طور اختصار یاد کنم از پروفسور تاماس کلی و بانو نیو فون مایر و بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان آن روزگار درباره این بانوی گرامی به مقالاتی پرداختند. اگرچه حضرت طاهره جان خود را در این راستا سرمایه گذاری کرد، ولی این نکته برای ابد به نام او و نهضت او باقی خواهد ماند. و اینجاست که زنان ما باید با پیروی از منویات او که در 155 سال پیش کشف حجاب کرد و مقام زن را به جامعه خیش فهماند و از زنان جامعه خیش خواست که باید برای دستیابی به حقوق حقیقی خود مبارزه کرده و در راه کشف حجاب همیشه مبارز باشند. اگر خواسته باشم در مورد جناب طاهره و نهضت او و دانستنی‌هایش بنویسم، الزاماً نیاز به ساعت‌ها وقت است که متأسفانه در این اختصار نمی‌گنجد. به طور اجمالی عرض کنم او زنی بود خردمند و آگاه به همه موازین قرآن و یگانه بود در تفسیر آن، و در این رابطه آنچه را که علمای آن روز می‌پذیرفتند جناب طاهره با دلیل و برهان به آنها ثابت می‌نمود که در اشتباهند. همین موضوع سبب می‌شد که دشمنانی برای خود فراهم کند. ملاها هرگز نمی‌پذیرند که در بحث مذهبی مغلوب یک مرد بشود، حال آنکه طاهره یک زن است. و این را دیده ایم که ملایان برای کسب و کار خود مانعی نمیپذیرند. او بانوی بود وجیه با قامتی سرفراز و چهرهی بسیار دوست داشتنی و زیبا، به طوری که ناصرالدین شاه از او خواستگاری کرد و گفت که جناب طاهره را بانوی اول حرم خود خواهد کرد. در این رابطه طاهره وقعی به این درخواست نداد و در جواب او گفت: تو و جاه و ملک سکندری، من و راه و رسم قلندری، اگر آن نکوست تو درخوری، اگر این بد است مرا سزاست. شنوندگان گرامی، ملاحظه می‌فرمایید اگر خواسته باشم درباره حضرت طاهره بگویم وقت بسیار می‌خواهد و از موضوع اصلی خارج می‌شود، لذا برمیگردیم به همون گزارش تهیه سی‌دی انسان‌ها یکسانه. در اینجا باز مجدداً بخشی از سروده انسان‌ها یکسانند برای شما می‌خوانم. این سیاست پیشگان ای کاش همت داشتند، پرچم آزادگی هر گوشه می‌افراشتند. آن زمان صلح و صفا خورشید عالمگیر بود، دیو تزویر و ریا همواره در زنجیر بود. براستی اگر این سیاستمداران برای اداره امور کشور خود با توجه به مصالح همگانی کشورهای دیگر موجبات صلح و دوستی بین ملل را سبب می شدند، دیگر این همه اختلافات وجود نمی داشت. دست از خودخواهی و توطئه بر علیه یکدیگر بر می داشتند و از خودمحوری دور بوده و وقت و تلاش خود را برای دوستی‌های انسان‌ها با کشورهای دیگر به کار می‌بردند. آن وقت در تلاش یاد دادن این همه تکنولوژی به کشورهای فقیر که به دلایلی از قافله دور مانده اند سبب می‌شدند که یک دنیای زیبا و پر از شادی‌ها برای ملت‌ها می‌ساختند که به راستی انسان سرخوش و شادمان باشد از زنده بودن و زندگی کردن. آن روز که صلح جهانی بین ملل جهان فراهم شود و مبانی اخلاقی محفوظ گردد، دیگر فرد و افرادی به نام دین یا به هر بهانه دیگر نتوانند در کار انسانها دخالت کنند. آن روز روز آزادی انسانها بوده و تفاهم بین همه ملل از سرزمینهای دور و نزدیک خواهد بود. آن وقت نوع اداره جهان به نوع دیگری تغییر خواهد کرد
که البته لازمه دوران جدید است. به یاد بیاوریم تمام تغییراتی که در جهان انجام می شود اتفاقی نیست. این اتفاقات گذر از تاریخ است که باید انسانها از کلاس‌های ابتدایی به دوره‌های تکاملی و ترقی راه پیدا کرده و به مدارج بالاتر راه یابند. انسان‌ها اگر بخواهند خادم جامعه باشند و در دوران خدمت به نحو احسن کارهایی برای پیشرفت جامعه خود کرده باشند، مردم هرگز حاضر به خلع آنها نبوده و او را در مقام خویش حفظ خواهند کرد. در دوران‌های جدید انسان به آن درجه از فهم و شعور خواهد رسید که طالب زندگی شرافتمندانه بدون جنگ و ستیز باشد و درک و قبول زندگی و صلح برای همه بوده و نیاز به آرامش فکری، شادی، صلح، دوستی با همه طبقات و همه نژادها از زرد و سرخ و سپید و سیاه تحت لوای هر دین و مذهب و آیینی، چرا که هدفش زندگی کردن در سایه صلح و دوستی است. در اینجاست که این همه نفاق بین باورمندان آیین و مذاهب مختلف کاربردی نخواهد داشت و تزویر و ریا دیگر خریداری ندارد، چرا که مردم به اندازه کافی برای این نگونبختی ها بهای سنگین داده اند و باورمندان روز به روز متوجه نیرنگ های سردمداران این کجروی ها می شود. انسان آزاده طالب زندگی در جامعه است که رعایت منشور حقوق بشر را بکند که در آن بیش از 30 مورد صریحاً یادآوری شده که افراد در یک جامعه چه حقوقی دارند و تعرض به آن امکان پذیر نیست. انسان‌ها برای تأمین امنیت زندگی خود از کشوری که در آن زاده شده اند و این همه خاطره از آن دارند ترک می‌کنند و به کشورهای دیگر می‌روند و از مواهب و آزادی نقطه جدید یا کشور جدید از اونجا استفاده می‌کنند. ملاحظه بفرمایید در خیلی از کشورها آن دسته از مردمی که باور دیگری داشتند و جرأت ابراز آن را در جامعه خود ندارند ترک وطن کرده، چرا که احساس امنیت نمی کنند. با تمام علاقمندی که به کشورهایشان دارند، درد دیگری بر روی دردهای دیگرشان اضافه می شود و در جای دیگر ساکن می شوند. ملاحظه بفرمایید به بخش بسیاری از مردم ایران که زردشتی بودند و پس از حمله اعراب به هندوستان گریختند و زندگی جدید را برای خود ساختند و سالهاست که در آن خطه زندگی می کنند. مجموعه همه این ناملایمات فقط به دلیل عدم رعایت حقوق بشر است و می بینیم که در همین قرن هم که ما در آن زندگی می کنیم وضع به همین روال است. اجتماعات به دلیل حق اکثریت همیشه حالت تعاجمی دارند. تکرار می کنیم، اجتماعات به دلیل حق اکثریت همیشه حالت تهاجمی دارند و به طبقه اقلیت زورگویی می کنند، در حالی که رأی اکثریت دلیل بر صحت موضوع نیست. عده‌ای فقط بر اساس اینکه تعدادشان بیش از دستجات دیگر است همه حقوق اجتماعی را به نام خود ضبط می کنند. گرچه سازمان ملل که در سالهای 1948 پایه گرفت و میبایستی از حقوق مردم دفاع بکند، به دلایلی سکوت اختیار کرده. بخش دیگری از سود انسانها را میخوانم. بار الها کی شود آیت زره پیکیز نور، تا که سازد ظلمت جهل از دل انسان به دور. میرسد روزی که با دست محبت مردمان وارهند از وحشت جنگ و فریب این و آن. همچنان باران که می آید فرود از ابر پاک، سرزند شور و نشاط و عشق از هر ذره خاک. در نجات خلق از این گیر و دار، عشق را ناجی کنه پروردگار. همطور که قبلا هم به آن اشاره کردیم، تمام ناهنجاری هایی که در جامعه رخ می دهد همانا برخواسته از نادانی و جهالت است که تعصبات مذهبی به هر شکل در تشدید آن کمک میکند. دین و مذهب و آیین باعثی سبب حسن همجواری
برای رفاه و آسایش ملت‌ها، چه بهتر از این که از تعصبات مذهبی یا هر تعصب دیگری دست برداریم و خود را در آینه تمام نمای علم و دانش بنگریم که چقدر بجاست ابتدا از تعصبات خیشتن رهایی پیدا کنیم. تعصبات عین جهالت است، مغز را باطل می کند و مانع بروز خرد می شود. برای آزادی انسان ها از قید و بند تعصبات تلاش کنیم. آرزوی سرسبزی و خرمی زندگی جامعه انسانی را دنبال کنیم و سعادت و سلامت و خوشی و شادی را برای همه سرنشینان این کشتی نه تنها آرزومندیم، بلکه برای آن تلاش کنیم و از خود گذشتگی نشان دهیم و روزگار خوشی برای خود و دیگران داشته باشیم. سعادت خود را در سعادت دیگران بدانیم. زیبایی و سرسبزی و لذت‌های زندگی را برای همه آرزو کنیم. این بود بخشی از گزارش تهیه سی‌دی و دیویدی انسان‌ها یکسانند و قسمت‌هایی از باقی مانده را در نشست دیگر به عرض شما می‌رسانم. در نشست
مسیحا نفسی می آید.